بازار طلا و ارز در ایران امروز در نخستین روز شروع به کار عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی، کماکان با نوسان و افزایش قیمت‌ها همراه بود. بنا به گزارش‌ها تا ظهر امروز قیمت سکه طلا 110 هزار تومان افزایش یافت و تا 3 میلیون 700 هزار تومان معامله شد و قیمت دلار نیز مرز 9700 تومان را رد کرد. اشکان سلطانی گزارش می‌دهد. عزل ولی الله سیف و حضور عبدالناصر همتی در رأس بانک مرکزی این انتظار را در میان مردم ایجاد کرده بود که ترقی قیمت طلا و ارز متوقف و حتی معکوس شود. اما بازار امروز در ایران نشانی از آرامش نداشت و آشفتگی در اولین روز حضور آقای همتی بر کرسی ریاست بانک مرکزی در معاملات ارز و طلا به وضوح دیده شد. دکتر سیامک شجاعی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ویلیام پترسون نیوجرسی، در مصاحبه با بخش فارسی صدای آمریکا به این پرسش پاسخ می‌دهد که تغییر رئیس بانک مرکزی آیا می‌تواند جوابگوی التهاب در بازار ارز و طلا باشد. رئیس جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی باید حداقل 4 کار عمده را انجام بده. نخست باید این بانک‌هایی رو که ریز و درشت اینجا و اونجا ثبت شدن رو جمع جور بکنه و اونها رو قانونمند بکنه و از افزایش نقدینگی توسط این بانک‌ها و دادن اعتباراتی که سوخت میشه جلوگیری بکنه. اقدام بعدیش این است که بتونه به هر شکلی که شده نقدینگی موجود رو نگذاره افزایش پیدا بکنه، در حالی که با قطع درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی تا آخر سال 2018 من تصور میکنم که حجم نقدینگی رو آقای همتی به بالای شاید 1700 یا شاید 1900 میلیارد تومان برسونه. کار دیگری که ایشون باید انجام بده سعی بکنه که نرخ ارزهای خارجی بیش از این بالا بره نره، که توانایی این کار رو نداره به دلیل اینکه تا ماه نوامبر درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی به حداقل میرسه. با تغییر بانک مرکزی کاری نمیشود انجام داد. ایران نیازمند به یک انقلاب اقتصادی عظیمه. در ایران مجتبی توانگر، اقتصاددان، در یادداشتی در روزنامه رسالت پیش بینی کرده است که در خوشبینانه ترین شرایط تا پایان کار دولت حسن روحانی قیمت دلار به دست کم 25 هزار تومان خواهد رسید. پیش از آغاز اعتراضات دی ماه سال گذشته دلار در مرز 4 هزار تومان بود، اما امروز در آستانه رکورد 10 هزار تومان قرار گرفته است. فشارهای اقتصادی به خصوص در حوزه‌های تورم و بیکاری مورد تایید مقامات حکومت عاملی اصلی در اعتراضات اخیر مردمی گزارش شده است، اما تاکنون واکنش مقامات محدود به تغییرات در سطوح میانی مدیریت از جمله رفتن آقای سیف و آمدن آقای همتی بوده است. در این میان رسانه‌های گروهی وابسته به حکومت برای امیدوار ساختن مردم به بهبود اوضاع سراغ خوانندگان نیز رفتند. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.